اینجا چندین مدل آنتنی رو آورده تست کنه، اونجا دو تاش بیشتر نشون نداد. حالا اینا مال شرکت های متفاوت، کارخونه ها، کمپانی ها، اشخاص سازنده، حالا گروه های صنعتی، مهم نیست کی تولید کرده، مهم اینه که چه کیفیتی داره. خب متاسفانه بعضیا به قیافه های دستگاه خیلی توجه میکنن، هرچی خوشگل تر باشه فکر کنم بهتر کار میکنه. خب این چنین نمیتونه حتمی باشه، چیز 100% نیست، چون باید کار دستگاه رو ببینیم. اولا که فلزیابا از هر نوع دسته‌ای که باشن در اصل توی طبقه سیستم های صنعتی هم، مثلا اینکه بعضی فکر کنن تو طبقه سیستم های مثلا لوکسن یا فلانن، تو سیستم های صنعتی هم و جزء کالاهای سرمایه‌ای هم هستن، با اون که منقولن یعنی قابل حرکت هم، ولی جزء کالاهای سرمایه‌ای هم، واسه این خیلی گران قیمت هم، چون استفاده هاشون تکنیکیه و چیزی نیست که یک بار مصرف کنی بخوری بندازی دور، یا مثلا یخچال و فریزره اینا نیست که بعد یکی دو سال بگی برم جدیدترش رو بگیرم یا فلانش کنم. البته بعضی ها میرن جدیدترش رو بگیرم، ولی تکنیک عمر اینا طولانیه. حالا دستگاهی هستن که الان مال دهه 70-80 میلادی هستن، چه در ایران چه در کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن. حالا این تکنیکی که داره نشون میده، خب بازم همون تکنیک ثابته، از روش مختصادیابی بهره نمیبره. حالا یکی از دلایل گفتم که روش مختصادیابی بهره نمیبره اینه که ساختار اینا از نظر تکنولوژی با فرکانسیای اصل که فرکانسیایی هستن که طبق رادار طراحی میشن و طبقه بندی میکنن و فرکانسی رو که میفرستن شکل موج خاصی رو نداره، که متاسفانه بعضی از کسانی که در ایران هستن کار میکنن میان روی این مثلا نظریه میدن که این یه مقدار ضعیفن، یا میدونن این اطلاعات درسته، یا میخوان یه جوری ردش کنن که دستگاه خودشون که مثلا با ولتاژ شکل موج میسازه، یا حتی اون میدان الکترومغناطیسی که میسازه داره از جریان ولتاژ برای میدان مغناطیسش بهره میبره، استفاده میکنن و اون شکل موج رو پدید میارن، که میشه مثل دستگاه های مگنومتر و پالسی و ویلف و تیار. این البته واسه اونایی میگیم که بعضی مواقع حرف این افراد رو گوش میدن و قبول میکنن، حالا اون که واردن که میدونن این موضوع چی هستن. خب اینم یه مدل آنتنه که جدیدن هم خیلی مد شده، در ایران هم اومده، ایرانیش هم دارن میسازن. اینم فانکشنه. چرا فانکشنه؟ چون طبقه بندی کداش مثل مثلا آهن، تلاس، نقرست، نمیدونم الماسه، یه چهار تا کلید داره، بقیه هم نداره، بقیه هم نمیتونی تکنیکی از هم جدا کنی. تکنیک کارش هم باز مثل همون آنتنی هاست. خب در ایران خیلی از این تعریف کردن، خیلی دنبال این هستن و خیلی هم خریدن. حالا میگیم خوبه یا بده نمیدونیم، بذارید طلا رو در صد در عمق ببینید میگیره. اگه در عمق میگیره که خب دستگاه خوبیه، ولی اگه که مثلا شما یه جای آهن پوسیده داشته باشید میتونید تشخیص بدین این آهن پوسیده هم اصلی است یا نیست با این دستگاه؟ که نمیشه. اگه یه منبع پول تب داشته باشید چجوری میخواید تشخیص بدید که چیه؟ چجوری اینو تفکیک میکنه؟ چجوری جداسازی میکنه؟ میتونه تشخیص بده که شبیه تلاس چیه؟ یا اون منابع کلسیومی که خودشونو شبیه طلا نشون میدن، یا آهک ها که خیلی جا خودشونو شبیه طلا نشون میدن. اینا البته زمانیه که با سیلیس و کوارتز و اینا هم هماهنگ باشن. این بستر نوع دستگاهی که الان داره تست میکنه. حالا خیلی ها میان گواهی میدن، ما گواهی از فلان سازمان داریم، گواهی فلان سازمان داریم. ببینید درسته گواهی دارید، ولی باید پروانه تولید داشته باشی، اجازه تولید داشته باشی. مثل این دستگاه توماس که از آمریکا اجازه تولید داره، خیلی سال طولانی هم اسمه. خیلی هم میان ثبت اختراع میکنن، فلزیاب میسازن میدن، بعدم میگن ما اینجوریم. حالا چه در ایران چه در کشورهای دیگه، خب بحثی نیست، شما اختراع کردین درست کردین، حالا یه نمونه جدیده. ولی همین افراد میان یک سری از علوم بسیار پایه‌ای و واقعی رو که اثبات شده است رد میکنن. خب این خیلی خطرناکه. این یعنی شما واسه اینکه دستگاه خودتون رو بفروشید میای بقیه دستگاه رو میکوبید رد میکنید. ببینید ما دستگاه آنتنی داره، میگیم آقا مال ما هم خطا میکنه، مال ما هم اشتباه میکنه، ما ترشورد ادیت داره، فلان داره، اینقدر کیفیت داره، هست داره، ولی میگیم خطا میکنه. و بعد جلو خطاشو بگیری، خطاش تشخیص بدی. نمیایم بگیم که آقا این طلای جدیدو نمیگیره، طلای قدیمی رو میگیره، یا میگیم حتما گنجیا به هر کی بخره باش گنج داره.